درود فراوان به شما عزیزان، من دکتر فروشان زینی هستم. این هفته شوک خیلی بزرگی بود وقتی که قوانینی که عوض شد راجع به سقط جنین و خیلی از مواردی رو به وجود آورد که من با کسانی که لطف کرده بودن اومده بودن در مطب و صحبت کرده بودن راجع به سقط جنین با هم صحبت کرده بودیم. عزیزی بودش که گفتش که من زمانی که به دنیا اومدم به فاصله خیلی کوتاه پدر و مادر من از هم طلاق گرفتن و من یادم مادر من باید کار میکرد و بعضی موقع 14 ساعت کار میکرد و من اکثرا یا خونه بودم یا اینی که خونه این و اون باید میبودم و همین شرایط فضایی رو به وجود آورد که من از نظر جنسی شروع کردن اذیت کردن و آزار دادن. خیلی موقع بود که مجبور بودم از مدرسه که میام روی سکوی خونه بخوابم تا مادرم بیاد در رو باز بکنه، گرسنه مجبورم بمونم و اونم گناهی نداشت، باید میرفت کار میکرد و هیچ راه دیگه ایمه ها نداشتیم. من به خودم قول دادم که اگر که وقتی که بزرگ شدم تا زمانی که چه از نظر مالی چه از نظر ازدواج و رابطه‌ای که داشتم حالی نبود حامله نشم، ولی خب بل اشتباه و میتونم بگم که اگر شاید قبه این مسئله رو نمیدونستم و هر صورت اتفاق افتاد و من حامله شدم در زمانی که در رابطه مناسبی نبودم و شرایطی نبودش که بتونم و نظر مادیم نمیتونستم که بگذرونم، و نتیجه اون لحظه تصمیم گرفتم که اگر من در این زمان تصمیم داشته باشم که بچه دار بشم همون اتفاق و همون بلاهایی که سر من اومده دوباره سر فرزند من میارم. در نتیجه چند هفته نشستم فکر کردم و بالاخره تصمیم رو گرفتم، گریه ها کردم. به 2-3 ماهی بعدش تازه هنوز گریه می کردم و افسرده بودم و راحت نبود این تصمیم رو بگیرم، ولی اگر برگردم و امروز نگاه کنم اگر تو همون شرایط باشم صادقانه دوباره همون تصمیم رو خواهم گرفت. با عزیز دیگری داشتم صحبت می کردم و گفتش که بر سن 20 سالگی وقتی که رفته بوده یک رستورانی چند نفری که اونجا بودن، آقایونی که بودن، یک ماده رو میریزن توی اون مشروبی که داشته میخورده و کاملا بیهوش شده بوده و بعدا متوجه شده که ارتباط جنسی باهاش داشتن و بعد از تقریبا 1 ماه ما تصمیم گرفته که حالا مسائل قانونی نکنه، مثلا نمیدونسته که حامل است تا تقریبا 1 ماه 1.5 ماه بعدش، و اون وقتی که اینو متوجه شده دیده که یک، خب از جایگاهی که این فرزند براش به وجود اومده رو خیلی براش دردناک بود، دو اینی که از نظر مادی هنوز تازه 20 سالش بود، تازه داشت مدرسه میرفت و نمیتونست که تقبل بکنه و با این به خاطر همچین مسئله باز تصمیم گرفت که بچه کودک رو سقط بکنه و اون هم به من میگفتش که در 1 ماه 1.5 ماه افسردگی خیلی خیلی زیادی داشته تا بتونه قبول بکنه و هنوز سالیان سال بعد هم گهگداری فکر این رو میکنه که چرا این کار رو کردم و شاید که نمی کردم، ولی هنوز وقتی نگاه میکنم که اگر من انتخاب نکرده بودم به سقط جنین کنم و کودک هنوز با من بود، این شرایطی رو که الان به وجود آوردم که میتونم اگه یک کودکی رو بیارم توی زندگی میتونم هرچی که بخواد و بهش بدم، در اون زمان زندگی همه ماها داغون میشد. با عزیزی آقای صحبت کردم که میگفت اون دوست دخترش با هم دیگه داشتن دانشگاه میرفتن، هر کدوم خونه پدر مادرشون زندگی میکردن و ارتباط جنسی داشتن و متوجه شدن که حامله هستن و میدونستن که امکان پذیر نیست الان براشون که بتونن بچه رو نگه دارن. هر دو تا خانواده اونها رو در حقیقت طرد میکردن، قبول نمیکردن این بچه رو و اینها حتی مدرسه رو باید بل میکردن، برمیگشتن میرفتن سر کار و اونجا بودش که دوتایی با هم تصمیم گرفتن. و حتی این مرد داشت با من میگفتش که انتخابی بودش که با هم گرفتن با دوست دخترش کنارش بود تا تونستن این کار انجام بدن و با اینی که دردناک بود ولی تصمیمی که فکر میکردن که مسئولانه گرفتن. با یک کوپل عزیزی صحبت میکردم که فقط سومی بچهشون بود، دوتا بچه دیگه داشتن و متوجه شدن که بچه بیماره و اگر که تازه به دنیا بیاد هنوز کلی عمل باید انجام بشه و با هم تصمیم گرفتن که اگر که
این بچه نگه داشته باشه، هم خودش آزار میبینه، هم تمام زمان توجه و فضای مادیات همه چی رو در بر میگیره و اصلا خود حال و هوای این دوتا زن و شوهر رو از بچه های دیگه میگیره. و اونجا بود که تصمیم گرفتن که بازسفت بکنن و اون فرزند سوم رو نداشته باشن. تو تمام این 30 ساله که من با اشخاص صحبت کردم، سقط جنین هیچ وقت فضا راحتی نبوده، انتخاب راحتی نبوده، همیشه با درد به وجود اومده. من هیچ کس رو نشناختم که مثلا سقط جنین رو استفاده کرده فقط به خاطر اینه که خب حالا اشکالی نداره، من سکس دارم شدم، اتفاقی نمیافته. در نتیجه اغلب اشخاصی که باید روبرو بشن با این مسئله با درد روبرو میشن. ولی مهم هم هست نگاه بکنن که به هر صورت حالا که این اتفاق افتاده، چه به خاطر تصادفی بوده که اتفاق افتاده، چه به خاطر تراما، به خاطر کسی بهشون تجاوز کرده، یا به خاطر شرایطی که بوده به وجود اومده، به هر صورت یک کاری بوده که در طرف داشته تصمیم میگرفته و شاید تصمیم عاقلانه و مسئولانه‌ای در اون لحظه داشته میگرفته. و در نتیجه وقتی که نگاه میکنیم به یعنی که یک پدر و مادری مسئولانه دارن فکر میکنن راجع به آوردن یک بچه توی دنیا، نه اینی که خب هر که نان دهد دندان دهد نان دهد ما بیاریم بیرون حالا ببینیم چی میشه. از طرف دیگه من با سالیان ساله که با اشخاص کار میکنم روی آزار و اذیت هایی که دیدن در کودکی و چه اتفاقی افتاده و چه جوری توی زندگیشون تصمیم که تأثیر گذار بوده، و حتی پدر و مادرهایی که با بهترین نیت ها اومدن فرزندی رو به دنیا آوردن، باز به خاطر ندونم کاری یا خیلی شرایط ممکنه که زندگی اشخاص رو تحت تاثیر گذاشتن و تاثیرهای خیلی خیلی منفی گذاشتن. ولی حداقل اینا فکر میکردن که من میتونم این کار انجام بدم، چه برسه کسانی که از اول میدونه اون شخص که شرایط زندگی من، کسی که هستم، شخصیتم، دانشم، توانایی هم در جایی نیستش که چه برسه به خودم نمیتونم برسم، چه برسه به یه موجود دیگه بتونم برسم. پس شاید که این حرکت مسئولانه است. حالا یکی از صحبت ها اینه که آیا مسئولانه تر این نیست که شخص کاری رو انجام بده که این اتفاق نیفته و حامله نشه؟ بله، مسئولانه هست اون کار انجام دادن. ولی ما داریم صحبت میکنیم اینه که حتی اگر که تصادفی بوده، متوجه نبودن، یا حتی اگر که به خاطر تجاوز یا چیز و مسائل دیگه پیش اومده، حالا که تصادفی اتفاق افتاده، آیا ما باید هنوز یک بچه رو توی دنیا بیاریم و کل ماهیت زندگی خودش پدر و مادر و اطرافیان رو به خطر بندازیم فقط به خاطر این که حالا یک اتفاقی افتاده؟ در نتیجه به نظر اونچنان منطقی نیست که ما حالا پدر و مادری رو که اگر این اتفاق و حتی اون بچه رو شروع بکنیم و بهش پانیشمنتی داریم میدیم، پیامدهای سنگین داریم بهش میدیم. شما حتی مسائل هر کدوم از عرف ادیان هم نگاه کنین، وقتی که هر اتفاقی میفته که شخصی فرصت اینو داره بلند شه بره پیش روحانیون و بگه اشتباه کردم، معذرت میخوام، و میبخشیده میشه. ولی زمانی که شما این تصادفی یا اشتباهی که شده یا اتفاقی که افتاده اگر که غیر قانونیه، یعنی که اگر کسی قراره بره این انتخاب رو بکنه بره ایالتهای دیگه، ممالک دیگه، یا به حالت غیر قانونی به بدن خودش صدمه بزنه، که خب بدتره. و اگر هم فرزندی رو بدونی که آماده باشه در این زندگی بیاره، که خب در کل جامعه تاثیر میذاره، از نظر مادی و در فقر باید زندگی کنه، افسردگی ها، تشویش و اضطراب ها، مواد مخدر و و و، چون بچه ای که در اومده به دنیا در خانواده ای که نمیخواسته نمیتونه که از اون نگهداری بکنه، بالاخره درد سرش بدتر و بدتر خواهد شد. در نتیجه یک نگاهی دیگری برای مسئله انجام دادن و نگاه کردن که این فقط انتخاب یک زن نیست، انتخاب یک زن راجع به بدنش و آینده فرزندی که داره تو دنیا به وجود میاره، انتخاب مردیه که در کنار اون زن بوده و به هر صورت مسئولیت اون هم هست که چه اتفاقی افتاده، و مسئولیت همه ما جامعه، کل جامعه است، به خاطر اینکه جوامع دارن هم پیامدها رو میبینن، اگر که گروهی که دارن به دنیا میان دارن زنج رو میکشن،
و کل ریسورس خانواده ها و جامعه رو دارن میگیرن، و اینی که جامعه مسئوله که چه کسانی رو بهشون رای میده و چه قانونهایی رو دارن درست میکنن که برای بهبود تمام جامعه است و نسل های دیگه، تا اینکه فقط بهبود یه گروه به خصوصی و ایده به خصوصی. مرسی از اینکه گوش دادید.